به نام حق و حقیقت، درود بر شما حقجویان گرامی. خوشحالم که به اصل بحث که برهانها باشه رسیدیم. امیدوارم که فصل قبلی یعنی تعریف خدا رو با دقت کامل مطالعه کرده باشیم، چون اون مبحث زیر بنای تمامی مطالب بعدیه و در همین جا یک بار دیگه فهرستوار اون تعریف ها رو تکرار میکنیم. تعریف شماره 0، خدا تعریف ندارد. تعریف شماره 1، خدا حقیقت است. تعریف شماره 2، خدا همان وجود است. تعریف شماره 2.5، خدا وجود بی نهایت است. تعریف شماره 3، خدا مجموعه همه چیزهایی است که وجود دارند. تعریف شماره 4، خدا مجموعه ماده و انرژی جهان هستی است. تعریف شماره 5، خدا عدم است. تعریف شماره 6، خدا واجب الوجود است. تعریف شماره 7، خدا کامل ترین موجودی است که بتوان تصور کرد. تعریف شماره 8، خدا کامل ترین موجودی است که وجود دارد. تعریف شماره 9، خدا انرژی کیهانی است. تعریف شماره 10، خدا عشق است. تعریف شماره 11، خدا حیات است. تعریف شماره 12، خدا علت العلل است. تعریف شماره 13، خدای ساعت ساز یا خدای بیگ بنگ یا علت العلل زمانی. تعریف شماره 14، خدا خالق جهان هستی است یا علت العلل رتبی جهان هستی است. تعریف شماره 15، خدا خالق ما است یا علت العلل رتبی ما است. قبل از اینکه برهانی رو شروع کنیم، اول یک تقسیم بندی کلی خدمتتون عرض کنم. ما دو دسته برهان داریم. برخی از برهانها میان اثبات میکنند که خدا وجود دارد یا وجود ندارد. به این برهانها برهان اثبات ذات یا رد ذات میگیم. و برخی از برهانها میان اثبات میکنند که خدا صفت و ویژگی خاصی را دارد یا ندارد، که با آنها برهانهای اثبات یا نفی صفت میگیم. به عنوان مثال، اگر کسی تعریف شماره 6 از خدا را پذیرفته باشه، یک بار برهان میاره که واجب الوجود وجود دارد، که به این میگیم برهان اثبات ذات، و یک بار دیگه برهان می آورد که واجب الوجود یکتاست و ما به این میگیم برهان اثبات صفت. یعنی در اینجا بحث سر این نیست که خود خدا وجود دارد یا نه، بلکه بحث سر این است که خدا این صفت خاص را دارد یا نه. خب این که خیلی ساده بود، ولی اینجا رو خواهش می کنم یک مقدار دقت بفرمایید. یک برهان با توجه به تعریفی که از خدا ارائه میشه ممکنه برهان ذات باشه یا برهان صفت. به این مثال ها توجه کنید. فرض کنید کسی تعریفش از خدا اینه که خدا موجودی است که بر همه چیز علم دارد و بر هر کاری قدرت دارد و خیرخواه ما انسان ها است. در اینجا برهان شر ثابت میکنه که خدا وجود نداره، یعنی برهان شر میشه برهان رد ذات. برهان شر تقریرهای مختلفی داره. به این تقریر توجه بفرمایید. 1. چیزهایی وجود دارند که برای ما خیر نیست. 2. خدا به این چیزها علم دارد. 3. خدا قدرت از بین بردن آن چیزها را دارد. 4. ولی خدا این چیزها را از بین نمی برد. 5. از طرفی بر طبق تعریف خدا هم عالم و هم قادر و هم خیرخواه ما است. نتیجه چه می شود؟ پس چنین خدایی وجود ندارد. دقت کنید، ما الان اثبات کردیم بر طبق مقدمات بالا چنین خدایی وجود ندارد. یعنی اگر کسی این 5 مقدمه را قبول داشته باشد، باید قبول کند که خدا وجود ندارد. یعنی ما الان برهان رد ذات آوردیم.
اما اگر کسی تعریفش از خدا این باشد که خدا موجودی است که بر همه چیز علم دارد و بر هر کاری تواناست و در این تعریف هیچ اظهار نظری راجع به اینکه خدا خیرخواه ما است یا نه نشده باشد، در این صورت همان برهان با همان تقریر می شود برهان نفی صفت نه برهان رد ذات. توجه بفرمایید: یک، چیزهایی وجود دارند که برای ما خیر نیست. دو، خدا به این چیزها علم دارد. سه، خدا قدرت از بین بردن این چیزها را دارد. چهار، ولی خدا آن چیزها را از بین نمی برد. پنج، از طرفی بر طبق تعریف خدا هم عالم است و هم قادر است. پس نتیجه این می شود: یا خدایی وجود ندارد، یا اگر خدایی هست خیرخواه ما نیست. دیدید که نتیجه تغییر کرد به همین راحتی. با تغییر تعریف ما از خدا، یک برهان از برهان رد ذات تبدیل شد به برهان نفی صفت. یعنی توی این مثال کسی می تواند بیاید و بگوید که بله، ما قبول داریم که خدا وجود دارد، ولی خدا خیرخواه ما نیست و برهان شر نمی تواند اثبات کند که چنین خدایی وجود ندارد. همینطور در برهان دنیای مجازی که در جلسه بعد به صورت مفصل ذکر می کنیم، خواهید دید که اگر کسی تعریفش از خدا این باشد که خدا موجودی است که ما را آفریده، اثبات می شود که چنین خدایی وجود ندارد، یعنی برهان رد ذات می شود. اما اگر کسی بگوید خدا بزرگترین یا قدرتمندترین یا کاملترین یا باهوشترین موجود زنده است که در کل هستی وجود دارد، این برهان برهان نفی صفت می شود. یعنی برهان دنیای مجازی تنها اثبات می کند که خدا با این تعریف خالق ما نیست، ولی نمی گوید که خدا وجود ندارد. پس بسیار لازم و ضروری است که قبل از وارد شدن به برهان، تعریف شما از خدا کامل و دقیق مشخص باشد. چون هدف اصلی ما اثبات اشتباه بودن ادیان است، پس ابتدا از تعریف خدا در ادیان شروع می کنیم. اگر کسی در منابع دینی اندکی جستجو بکند یا زمان اندکی با دینداران در یک جامعه زندگی کند، متوجه می شود که منظورشان از خدا کسی است که آنها را آفریده است. یعنی زمانی که یک دیندار دعا می کند و می گوید خدایا به من کمک کن، در حال درخواست کمک از کسی است که او را آفریده است. و باز هم منظورشان از آفریدن این نیست که تنها جسم آنها را آفریده باشد، بلکه اعتقاد دارند که خدا هم جسم و هم روح آنها را آفریده است. پس با این اوصاف برهان دنیای مجازی یک برهان رد ذات به حساب می آید. توجه داشته باشید این برهان مقدمات بسیار دقیقی دارد و در قالب چند کلیپ ساده نمی گنجد. اما ما تمام تلاشمان را می کنیم که این برهان را به زبانی کاملا ساده و قابل فهم برای همگان در اختیار شما قرار بدهیم. برهان دنیای مجازی را اولین بار یکی از اساتید به نام فلسفه ایران مطرح کردند که متاسفانه به دلیل دور از تمدن بودن سیستم‌های دینی حاکم بر دنیا از افشای نام ایشان معذور هستیم. ارزش این برهان به قدری بالاست که اختصاص جایزه‌های بین المللی به آن کمترین کاری است که ما باید در حق این برهان انجام بدهیم. اما عقب ماندگی فکری مردم ناشی از سلطه ادیان باعث شده که این استاد بزرگ نه تنها جایزه ای از کسی دریافت نکند، بلکه از ترس جانش مقالاتش را نیز تنها به دوستان نزدیک نشان بدهد. در یک کلام، برهان دنیای مجازی تمام زیربنای ادیان را که حول محور خدا میچرخد با یک برهان از بین میبرد و ثابت می کند که ما خالق نداریم. به زودی ما ترجمه این برهان را به زبانهای زنده دنیا با حفظ مسائل امنیتی در شبکه جهانی پخش می کنیم.
و امیدواریم که با همین یک برهان زندگی بشر در جهان دگرگون شود و سلطه پوشالی ادیان و خرافات بر ذهن انسانها برای همیشه از بین برود. و در این میان وظیفه ما و شما این است که با انتشار این برهان در میان دوستان و آشنایان و با به بحث گذاشتن آن در جوامع علمی سهمی در این فرایند مقدس جهل زدایی از جوامع داشته باشیم.